باز هم خوش آمدید و در این بخش برنامه آقای علی افتخاری معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با ما هستن خیلی خوش آمدید آقای افتخاری سلام باکش. بخیر باشین یک بار سنگینی از شانه های کمیسیون سبک شد فکر میکنین با این کار یا هنوز هم ما در یک ابهام یک جنجال و یک تنش قرار داریم خوشبختانه نه تنها کمیسیون مردم افغانستان شاهد یک دستاوردی در سه تمثیل دموکراسی و مردم سالاری داشتن و بسیار خوب تمثیل شد و ایره تنها در واقع کار کمیسیون نبود همکاری تمام مردم افغانستان مردمی که با هزاران مشکل و خطر رفتن پای صندوق های رای به خاطر از حق رای خود بر انتخاب مانده خود استفاده بکنه ما احساس میکنم که کمیسیون یک کار تکنیکی مدیریتی را انجام دادن اما اصل کار را مردم افغانستان انجام دادن که جا داره از آدرس کمیسیون برای تمام مردم افغانستان این موفقیت را با تبریک بگویم بسیار خوب امروز چیزهایی که رئیس کمیسیون گفت من تکرار کنم با صداقت با ایمانداری با وفاداری با تعهد کامل تمام کارها تا اینجا پیش آمده راستی فکر میکنین که شما اگر در میز رسانه ها نباشین در درون کمیسیون آیا اعضای کمیسیون پیش وجدانشان راحت هستند که مسئولیت را درست انجام دادن و خوب بوده کارهایشان یا با این جنجال‌ها را اگر یک طرف بگذاریم بعد میشه که زیر پرسش هم بره کار های اعضای کمیسیون خب از قسمت اخیر اگر شروع کنیم در انتخابات معمولا تعداد کاندیداها بسیار زیاد است اما برنده در نهایت یک نفر است. <تص> اعتراضات هم قطعا وجود داره و هر کس هم حق داره که دیدگاهشان مطرح بکنه یک از خوبی های نظام دموکراتیک یعنی تکثرگرایی و آزادی بیان هست اما کمیسیون کار کمیسیون را اگر ما در مقایسه با انتخابات های دور قبل و دوره های قبل در واقع در مقیاس با او بسنجیم نه تنها که من سوال میتونم جواب بدم که شما میتونین همین سوال همین به جای کمیسیون جواب بدین که واقعا چقدر منصفانه و غیر جانبدارانه پروسه را مدیریت کردن و تا این مرحله پیش بردن ولی کوتاهی های را من فهرست میکنم بعد شما ببینید که این روند درست بوده فهرست رای دهندگان تصفیه نشده قای افتخاری و با مشکلات کلان رفت به طرف انتخابات در روز انتخابات بیشترین شکایت از عدم مدیریت درست ثبت شد در کمیسیون شکایات دستگاه های بایومتریک سرچشمه یک بخشی از این جنجال نزدیک به 300 هزار رای در دست کمیسیون بود که حل نشد. ماده 19 قانون انتخابات نقص شده اینجا از طرف کمیسیون که بررسی نکرده، چک نکرده تا مطمئن شود. حالی هم فکر میکنین که کارش درست با صداقت، ایمانداری و امانتداری انجام داده؟ ببینین ما در افغانستان با توجه به وضعیت که او زندگی میکنیم. وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی که ما دو دا قرار داریم. ادعای از ای که کار کمیسیون یا کار یک نهاد دیگه را بیم با تمام معنا میاری و بگویم که آری از تمام خلاها بوده ما فکر میکنم نادرست است ما امروز یک قسمت همی سوال رئیس کمیسیون جواب داد که از تمام شرکای زی داخل در پروسه انتخابات خواست که تا سه روز دیگر اگر اونا خلاهای را در جریان کار مشاهده کردند ایر با کمیسیون شکایت انتخاباتی شریک بسازند و از طرف دیگر وقتی در قانون انتخابات حمایت ناظرین و مشاهدین و های انتخاباتی از پروسه است بحث می است که ممکن مشکلاتی وجود داشته باشه یک پروسه بسیار کلان است که در واقع اینا بتانن یک بخش کار را کمک بکنن کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون انتخابات با توجه به محدودی زمانی که داشت از وقتی که کمیشنرها کمیشنرای جدید آمد و فاصله که تا زمان برگزاری انتخابات داشتن و امور رقمی که توضیح هم داشتن در یک قسمت همو بیشترین ملاحظه در مورد تنظیم وقت در بعض دستگاه های بایومتریک بود که در اونجا اشاره به ای شد که در قالب همون تفاهم نامه سی که باید امضا می شد و امضا شد یک بخشش پیشنهاد از طرف کمیسیون برای شرکت قرارداتی در ملوکی بود که تنظیم وقت دستگاه های با میتری مسئولیت بگیرند اما به خاطر زیقی وقت اونها نتانستن این مسئله را در نظر بگیرن که ناگذر شد خود کمیسیون مسئولیت گرفت اما چیزی که مهم است ایه که کمیسیون اگر امروز اعلان میکرد که ما کار خود زیم نزی جملاتی که شما نقل قول کردین از رئیس کمیسیون به ادامهش میگفت که دیگه هیچ کسی حق شکایت و اعتراض هم نداره بازده صورت. قطعا یک شک و تردید در صداقت کمیسیون ایجاد میشد اما این اینمین باز هم از, 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 نهایت صداقت و در واقع باورمندیش به نظام دموکراتیک است که از تمام شرکای انتخاباتی بارها خواسته و برای آخرین بار هم بعد از اعلان نتایج مقدماتی میخواد که اگر شما در جریان باشماری و تفتیش آرا اگر با خلاهای در جاهای مختلف با موارد مختلف شما بر میخورین لطفا این پروسر کمک بکنین بکز... کمک کنین که این پروسه کامیاب شوه به پختگی برسه و شما شریک بسازین و این بخش هم مسئولیت کمیسیون محترم دو تا موضوع دیگه پیشتر در همین میز پرسیده شد که چرا کمیسیون اطلاعات و جزئیات فیصله هایش در مورد محلات و مرکز های و اطلاعاتی که وجود داره فیصله هایی که کمیسیون شکایت انجام داده کمیسیون انتخابات انجام داده افزون برای که با تفتیش و بازشماری شد در وبسایت اعلام نکرده پخش نکرده یا حداقل امروز در نشست خبری یک بخشش همگانی نساخت مثلا من مثال میتونم به شما ما ما نیکی مردم هنوز نمیدانند که فیصله کمیسیون در مورد باقی محلات 2423 محلی که اطلاعاتی بایومتریک نداشت چی شد در حالی که چند دقیقه پیش خوی عبدالله گفت که وارد سیستم شده وارد آمار شده و مشمول رای شده از لحظه که نتایج مقدماتی اعلان شد رسما به بخش تکنولوژی و معلوماتی هدایت داده شد از طرف رهبری کمیسیون که تمام این مواد در وبسایت کمیسیون آپلود بکنند بکنن که بکنن چون اما لود کار بیشتر هست ممکنه 24 ساعت وقت بگیره تا او تکمیل شود در اون شما قطعا خود دیدین شما اگر مثال بزنم شما بخواید در مورد کابل معلومات بدست برین میرین روی گزینه کابل کلیک میکنین باز من ولسوالی یا ناهیه ب... مورد نظر را کلیک میکنید باز اونجی شما میتونید که اما مرکز پیدا کنین از طریق مرکز تمام محلات را با تمام جزیات شما تا 24 ساعت بعد از اعلان نتایج این از طریق وبسایت به دسترس هست و تمام شهروندان با کشور به همه میتونن که از او مستفید شود. درست به دای ثبات همگرایی 300 محل یا 300 صندوق از اون 2423 صندوق اعتبار داده شده و ش... افزوده شده بر آمار بر چی بنیادی آقای افتخاری آیا درست است اگر اعتبار داده شده فیصله کمیسیون مشخص در این باره چی بوده شاید شما هم شاهد باشین یا تلویزیون طلوع به عنوان یک رسانه ناظر شاید مسئله را نظارت کرده باشه من مطمئن یعنی امیل از حضور ذهن ندارم چون من نبودم اما کمیسیون وقتی این آمار ارقام را دوباره این معلومات وقتی بدیست آورد و این را شامل ساختن چون در هیچ جای قانون ذکر نشده که در صورتی که معلومات بایومتریک وجود داشته باشه داخل کارت حافظه باشه اگر این انتقال پیدا نکرده باشه و اعتبار نداره اما چیزی که مهمیه که معلومات بایومتریکی یک فرد رای دهنده باید موجود باشه بمید. که در حضور داشته تمام ناظرین ای توضیح داده شد و این مسئله شامل شد اون 2423 محل توضیح دادن نشد امی امی بخش امی بخشش, امی بخشش توضیح داده شده اما یک رقمش خون شما شاهدش بودین که در حدود 1100 محل شامل آرای نامعتبر از سوی کمیسیون پس یک بخش کلانش شد. اعتبار داده شده از طرف کمیسیون یک بخش اعتبار داده شده به خاطر که اسناد موجود بوده یعنی معلومات بایمتریک موجود بوده وقتی معلومات بایومتریک موجود باشه در انتخابات این دوره از ریاست جمهوری آرای دارای شما نه داشتیم، اطلاعات نه دسپا بایومتریک داشتیم، نه کارت حافظه داشتین از کجا میدانین از کجا میارین بیرون از بجز, بجز چند شده. تا ورقی که در صندوق هست درست از آقای افتخاری وقتی کارت حافظه نیست وقتی دستگاه بایومتریک نیست خب چند تا ورق داخل صندوق است خلاص اینا اما کارت های حافظه و دستگاه بود که داخل صندوق ها مانده بود و اینا در دا حضور داشته ناظرین در واقع از داخل صندوق ها کشته شده و کمیسیون گفته که گم شده ناپدید شده دزدیده شده خب یک مجموعهش خوب دزدیده شد به اون خاطر امو یک رقم قابل ملاحظه که من پیشتر گفتم به غیر معتبر هم شناخته شد از طرف درست. کمیسیون مستقل انتخابات درست بسیار خوب خب این پرونده به هر صورت با جنجال ها با تنش هایی که داشت رفت به کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلام نتایج ابتدایی خلاف انتظار مردم یک نوید بسیار خوش نبود چون هنوز مشکلات باقی مانده اگر تغییری بیاید در فیصله های کمیسیون انتخابات از طرف کمیسیون شکایات برای شما پذیرفته نیست کمیسیون مخصوصا در مست... مورد همین چند فیصله پسیم کمیسیون مستقل انتخابات هر نوع برخورد قانونی و فیصله قانونی که از جانب کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی صورت بگیره برش قابل قبول است چون تعهد سپرده رهبری کمیسیون و تعهد داره <applause> که هیچ کار خلاف قانون را انجام نمیده وقتی کمیسیون شکایت بیا یک مورد را مستند قانونی فیصله کنه اگر کمیسیون نپذیره در واقع خلاف اونم تمام تعهداتی که داشته و داره عمل کرده ولی در بخش های قانون هم زیر پا شده از طرف کمیسیون آقای افتخار شما شما میتونید قانون رو ببینید من میتونم آدرس بدم به شما که ماده 19 نقض شده لوایح نقض شده طرز عملا نقض شده درست است آیا مدیریت انتخاباتم نیاز نبود که به عنوان بخشی از نقایص وارد شکایت ها شد مثال که یک کم سال مثال میزنم در مورد آرای خارج از وقت لوایه و طرز هر دو نقص شده درست یک امه. ماده 19 قانون انتخابات نقص شده چرا نقص شده چون اطمینان حاصل نکرده کمیسیون که دستگاه درست بوده زمان و تاریخش این دو ماده 86 قانون انتخابات همین تخلف کمیسیون گفته که حتی با این وظیفه مسئولان کمیسیون انتخابات می انجامه این نقص است نیست ما سوال می بود که چون اینو بحث شده سوال ما بود که آیا نیاز نیست که این موارد هم بررسی شود در کمیسیون شکایات و یک بخشی یک بخشی از مسئولین کمیسیون هم زیر سوال قرار بگیرد ما در بحث بیشتر مثال یادم میه دک رسانه بسیار معتبر شدیم صحبت میکنیم ما تصور ما برای فرض میگیریم شما یک خبرنگارین یک خبر یک مستند را ترتیب میکنین گزارشی که سناریویی که برای از گزارش تر کردین و به اساس از او گزارش تر شده تهیه شده تمامش اسنادش موجوده کسایی که ریدیت کرده کل خب. پروسه اما داخل امی همکار تکنیکی شما میه مثلا به جای نام شما به جای کریم امینی یک کس دیگر می یا یک اتفاق دیگه در بخش تکنیک میفته شما این همه اسناد فیزیکی که به بر از است شما در نظر نمی گیرید من به از این گفتم آرای خارج از وقت را عالم ما میگیم که از دید کمیسیون ما هیچ وقت بر کمیسیون قابل قبول نبوده بله. است. به مو خاطر هم میگیم که ما هیچ قانون و طرز عمل را نقص هم نکردیم. دلایل زیاد آوردین. بله. چند گزارش بله. هم دادید. دلایل نیست. اینا است. واقع... درست است افتخاری. درست افتخاری. ما, ب... ما مثلا ده. ما, ما جورنال داریم در کنار در دستگاه بایومتریکی که همی وقت ششته شده مثلا. بله. در کنار ازی ما ریزلتیت داریم که تمام ناظرین تکتهای انتخاباتی اورا امضا میکنه و مشخصات همو اعتبارنامه و کارتی که بر از او بر عنوان ناظر داده شده د او ذکر هست ما چطور بیم ایر نادیده بگیریم استناد کنیم بر یک اشتباهی که بله. درست است یک چیز تصحیح بکنم که بر بنیاد فقره 35 ماده 98 اون تخلف به برکناری مسئولان می انجامم. ما ماده 86 گفتم ولی ما 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 طرز عملی که شما ساختین و لایحه که شما ساختین در نظر می گیریم افتخار فکر کنین یک کسی در بیرون از افغانستان طرز عمل شما را می بینه. درست ده اون نوشته است که این برگه رای تصدیق بایومتریکش خارج از زمان بود باطل است باطل است دلایل کار نداره دیگه او خود نیامده در کمیسیون پرسان بکنه که چی مشکل بوده هست یا نیست این بوده و ما شما بسیار بحث بس کردیم بر ترتیب اعلام نتایج نهایی بله او رو جواب ندم میشه کوتاه 20 ثانیه داریم بفرمایید ما،, ما فکر میکنم توزیع قبلی یک جواب بسیار خوب بود از زمین سوالی که دوباره مطرح شد یک اشتباهی در قسمت اونمو تنظیم وقتی که شده در کنار از او ده ها سند معتبر دیگر منادیده بگیریم که خب دلایلی که شما, شما گفتین بگذارین دادگاه فیصله کنه که این پرونده رفته روی میز دادگاه بسیار تشکر از حضور شما در برنامه آقای افتخاری